طالبان در اروزگان 23 تن را در ملای عام شلاق زدند. سیاف به طالبان: از اسلام تصور بد، تاریک و غیر حقیقی را به جهان ارائه نکنید. متقی: رسیدگی به مشکلهای افغانستان مسئولیت تمام کشورهای جهان است. صادرات جهنم از افغانستان به منطقه و نامردی ایران در حق مردم افغانستان. مشروع خبرها: در ادامه شلاق زدن زنان و مردان در معذر عام، طالبان در اروزگان 23 تن را به اتهام‌های مختلف شلاق زدند. به گفته مسئولین محلی، طالبان در اروزگان آنان صبح روز در استادیوم ورزشی این ولایت دره زده شدند. با این حال طالبان نگفتند که این تعداد شامل چند زن و مرد بوده است. مجازات بدنی شامل شلاق و اعدام در ملای عام بر رغم محکومیت‌های گسترده جهانی همچنین در ولایت‌های مختلف از سوی طالبان ادامه دارد. هفته گذشته در ولایت‌های غور، کاپیسا، هلمند و زابل ده‌ها نفر به اتهام فساد اخلاقی، سرقت، فرار از منزل، داشتن رابطه خارج از ازدواج و غیره در حضور مردم شلاق زده شدند. سیاف به طالبان: از اسلام تصویر بد، تاریک و غیر حقیقی را به جهان ارائه نکنید. عبدالرب رسول سیاف، فرمانده پیشین جهادی، در واکنش به بسته شدن دانشگاه‌ها برای دختران از سوی طالبان میگوید که از نام شریعت نباید برای خواسته ها و عقیده های شخصی استفاده شود. آقای سیاف در برگه فیسبوکش خطاب به طالبان نوشته است: از اسلام تصویر سیاه و غیر حقیقی را به جهان ارائه نکنید. آقای سیاف خاطر نشان کرد که ظلم و تجاوز به مردم عواقب بسیار بد خواهد داشت. این رهبر پیشین جهادی اضافه کرده است: شریعت دستور نداده است که از تحصیل و آموزش دختران جلوگیری شود، بل بر بنیاد شریعت شما مکلف هستید که زمینه آموزش آبرومندانه و تحصیل را برای آنان فراهم کنید. عبدالرب رسول سیاف همچنین به طالبان گفته است که کینه و بدبینی را ترویج ندهید، چون به گفته او نتیجه بسیار بد خواهد داشت. این در حالی است که تصمیم اخیر طالبان مبنی بر مسدود شدن دروازه دانشگاه ها برای دختران با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است. متقی: رسیدگی به مشکل های افغانستان مسئولیت تمام کشورهای جهان است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با اشاره به تجدید بحران بشری و افزایش فقر در افغانستان گفته است که این مسئولیت طالبان نه، بلکه مسئولیت تمام کشورهای جهان است که به آن رسیدگی کنند. متقی این اظهارات را روز گذشته در سمیناری که به منظور آگاهی‌دهی زیر نام قانون بین المللی حقوق بشر به کارمندان وزارتخانه‌های مختلف از طرف ریاست حقوق بشر و امور بین الملل زنان وزارت خارجه در همکاری با ریاست حقوق بشر یونما برگزار کرده بود بیان کرده است. صادرات جهنم از افغانستان به منطقه. روسیه و احمد مسعود: صادرات جهنم از افغانستان به منطقه. دولت‌های خراسان، فدراسیونی و پشتونستان: هیچ کس نتوانست افغانستان را به طور مؤثر مدیریت کند، نه کمونیست‌ها، نه سلطنت طالبان، نه جمهوری خواهان غربی و نه اکنون طالبان. توافق جدید بین ایالات متحده و طالبان احتمالاً در بهار سال 2023 حاصل خواهد شد. یک دولت فراگیر در کابل که جنای طالبان قندهار، ملا برادر ملا یعقوب در رأس باشند. منبع: رزاق مامون. جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت آموزش دختران افغانستان را محکوم نکرد. افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد. دو روز پس از فرمان طالبان برای منع تحصیلات عالی دختران، جمهوری اسلامی ایران اعتراض خود را اعلام کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تهران امیدوار است طالبان سریعاً با رفع موانع زمینه از سرگیری تحصیلات دختران را فراهم کنند. تغییر نصاب و سرنوشت آموزش: سیاست طالبان برای نصاب آموزشی و ایرانگر است. نصاب آموزشی هر کشور زیربنای توسعه و بیانگر درک درست از معرفت و دانش در آن کشور است. نصاب آموزشی افغانستان در طول دو دهه گذشته بر رغم چالش‌ها و مشکلات، امیدواری‌ها برای گسترش دانش مدرن و توسعه را به میان آورده بود. اما کمیسیون تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی طالبان پس از یک سال و اند بررسی طرح را برای رهبرین گروه فرستاده و نصاب کنونی آموزشی را بقایای اداره دست نشانده کابل خوانده است.
این کمیسیون ادعا کرده است که در نصاب آموزشی به شکل ماهرانه تلاش صورت گرفته تا از ترویج ارزش‌های اسلامی و افغانی جلوگیری شود. اعضای این کمیسیون کتاب‌های درسی کنونی را چاپ شده کشورهای یهودی و غیر مذهبی خوانده و گفتند که در آغاز کتاب‌ها باید ترانه طالبان خوانده شود. با این حال متخصصان امور نصاب آموزشی را مطابق معیارها و ارزش‌های اسلامی می‌دانند و تأکید می‌کنند که در شرایط موجود کشور نصاب کنونی از معیارهای خوب برخوردار است. روزنامه 8 صبح به سند دست یافته است که در آن کمیته ارزیابی نصاب عصری مکاتب زیر نظر کمیسیون تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی طالبان گزارش ارزیابی خیش را از نصاب آموزشی کشور بر رهبرین گروه ارائه کرده است. در این سند تمام ارزش‌های حقوق بشری و مفاهیم چون آزادی و مؤلفه‌های آموزش مدرن نفی شده است. در این گزارش شماری از عملکردهای طالبان در مورد نصاب آموزشی و تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته و متخصصان دیدگاه‌هایشان را در مورد نصاب آموزشی کنونی و پیامدهای تغییر آن از سوی طالبان ارائه کردند. عملکردهای طالبان در مورد نصاب آموزشی و تحصیلی. طالبان در جریان بیش از یک سال گذشته رفتارهای غیر معیاری زیاد علیه نظام آموزشی نشان داده است. این گروه علاوه بر غیر اسلامی خواندن نصاب آموزشی، محدودیت‌های دست و پاگیر و حتی تحقیرآمیز زیاد را علیه دانش آموزان، دانشجویان و آموزگاران وضع کردند. آنان در هر دانشگاه برای استادان مبلغ دینی استخدام کرده و اکنون روند عقض آزمون دینی از آموزگاران مکتب‌ها را روی دست گرفتند. همچنان امتحان تمام دختران دانش آموز صنف 12 مکتب را در یک روز عقض کردند. در گزارش به شکل مختصر به برخی از عملکردهای طالبان در مورد نصاب آموزشی پرداخته شده است. عقض آزمون دینی از آموزگاران. وزارت معارف طالبان در حال حاضر از تمام آموزگاران مکتب‌ها آزمون دینی می‌گیرند. روزنامه 8 صبح به پرسش‌های دینی طالبان از آموزگاران نیز دست یافته است. در یکی از آن پرسش‌ها از آموزگاران پرسیده شده است که آیا می‌توان با آب میوه وضو گرفت یا خیر. آموزگاران مکتب‌های این اقدام طالبان را تحقیرآمیز می‌دانند و تأکید می‌کنند که طالبان به جای عقض آزمون دینی زمینه‌های ارتقای ظرفیت، دانش تخصصی و آموزش‌های حرفه‌ای را برای تقویت دانش مردن در معارف کشور مساعد سازند. طالبان در حال از آموزگاران امتحان دینی می‌گیرند که 471 عنوان کتاب دینی در نصاب کنونی معارف شامل بوده و در اختیار دانش آموزان قرار دارند. با توجه به این طرح تطبیق سریع این گروه هیچ بهایی به توسعه کشور گسترش آگاهی نمی‌دهد. طالبان اگر اراده‌ای برای تداوم قدرت و توسعه کشور می‌داشتند، به جای رفتار مدرسه برای نظاممند شدن بیشتر اصول و دانش مدرن کار می‌کردند. آنان با چنین رفتارهای نشان می‌دهند که هیچ اراده‌ای برای توسعه و همگان شدن با کاروان مدرنیزاسیون ندارند و چنین امری را تفکر آنان بر نمی‌تابد. ارتقای بدون آموزش دانش آموزان دختر. طالبان پس از 1.5 سال تعطیلی مکتب‌های دختران روز چهارشنبه 16 قوس از دانش آموزان صنف 12 مکتب‌های دختران امتحان سراسری گرفتند. بر اساس طرز عمل وزارت معارف طالبان تمام دانش آموزان در یک روز برای 3 ساعت امتحان مضامین صنف 12 را سپری کردند. دانش آموزان و آموزگاران از این وضعیت به شدت انتقاد و نسبت به آینده خیش ابراز نگرانی کرده است. تشکر که تا این دم با ما بوده. تا ویدئوهای بعد شما رو به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشد.